بحثمون همچنان روی Divide and Conquer هست. دو تا مثال، یکی برای ضرب اون اعداد و یکی هم برای ضرب ماتریس‌ها با هم دیدیم و اونجا به این نتیجه رسیدیم که ما ممکنه Divide and Conquer اون اپروچ رو بریم جلو ولی خیلی توفیقی به حال ما نکنه. بعد باید یه ذره فکر کنیم، یه کلکی چیزی بزنیم که اون کاری که بیشتر از همه هزینه بر هست رو یه مقدار کمترش کنیم و اوضاع بهتر میشه. خب اون دو تا مثال رو دیدیم. حالا امروز هم باز همچنان Divide and Conquer هستیم و یکی دو تا مثال دیگه با هم اینجا ببینیم. خب Quick Sort رو فکر کنم همه بلدن. کیا بلدن؟ کیا بلد نیستن؟ اون وسط یه عالمه الان نتیش کدوم دست بلند نکردیم. الان یه مروری بهش میکنیم. خب کاری که انجام میشه همچنان ببین باز تقسیم و غلبه است. یعنی من میخوام یه آرایه رو مرتب کنم به یه نحوی، دوست دارم که اینو تقسیم کنم به دوتا یا چند تا، حالا اینجا دوتا زیر آرایه، هر کدوم رو مرتب کنم و مسئله حل بشه. برای اینکه این تقسیم انجام بشه از چه الگوریتم استفاده میکنیم؟ نوشتم چی اسمش؟ پارتیشن. پارتیشن چی کار میکنه؟ یه بار دیگه بگیم. چه؟ پس یکی از عناصر رو میخواد برداره، فرض کنیم اولین عنصر، مهم هم نیست فعلا کدومش، و بعد بقیه همه اون عناصر توی آرایه رو بر حسب این عنصر اول میخواد به دو قسمت تقسیم کنه. اونایی که کوچیک‌تر از این عنصر اول هستن، اونایی که بزرگتر. و اگر این اتفاق بیفته، یعنی من عنصر اول رو بردارم یا حالا یکی از اونها پارتیشن انجام بدم، این دقیقاً جاش اینجاست، یه سری از عناصر رو بیارم سمت چپش، یه سری رو بیارم سمت راستش، اون وقت مسئله‌مو تونستم به دو تا زیر مسئله تقسیم کنم دیگه، چون این که از جاش تکون نمیخوره. اگه من این وریار رو جدا مرتب کنم و این وریار هم جدا مرتب کنم، کل آرایه هم مرتب شده است. پس ایده ای که پشت سرش خوابیده همینه که من به یه نحوی بتونم آرایه رو به دو قسمت کاملا مجزا از هم، از لحاظ اینکه واقعا اون وریار کوچیک‌ترن این وریار بزرگترن، و وقتی میخوام سورت بکنم هیچ کدوم از این عناصری که اینجا هستن هیچ وقت اینجا نمیان، چون همه از این کوچیک‌ترن مجبورن اون بر باشن، این یکی هم اون بر نمیرن، کاملا به دو قسمت، به دو تا زیر مسئله جدا تقسیم میشه. هر کدوم که حل بشه دیگه کل مسئله تموم میشه. خب اینم حالا اون سود و کدش. پارتیشن روی آرایه A از با شروع از S تا E و M هم میشه پوزیشن اون عنصر پیوت، عنصری که من گرفتم به عنوان محور و بقیه رو بر اساس اون به دو قسمت تقسیم کردم، و بعد بر اساس اون حالا دفعه بعد کویک سورت انجام میشه از اول تا M منهای 1 و یه بار دیگه از M به علاوه 1 تا آخر، همون دو قسمتی که داشتیم. خود پارتیشن قراره چیکار کنه؟ خب چجوری این کار انجام بدیم؟ قرار هست یه عنصر بهش بدیم و بر اساس این عنصر آرایه به دو قسمت کوچکتر و بزرگتر تقسیم بشه. خب چجوری این کار انجام بدیم؟ به این راحتی نیست. خب پس نیاز دارم که دو تا ببین، من میتونم یه آرایه دیگه بگیرم و از اون بالا بخونم با ایکس مقایسه کنم، مثلا اگه کوچکتر بود بریزم این بر، بزرگتر بود آخر مثلا، ولی نمیخوام این کار بکنم، حافظه رو هدر بدم. تو همون جایی که خود آرایه ورودیم هست میخوام این اتفاق بیفته. کاری که انجام میشه اینه که دو تا پوینتر میگیریم، دو تا شمارنده، یکیش از اول شروع میکنه یکیش از آخر،
اما اونی که از اول داره شروع میکنه میره جلو، اون وظیفه‌اش اینه که یه عنصر بزرگتر پیدا کنه، بزرگتر از x، یکی یه عنصر کوچیکتر از x. حالا من یه دونه کوچیکتر اینور پیدا کردم، یه دونه بزرگتر اینور. جای این دوتا رو عوض میکنم، دوباره ادامه میدم. دوباره پیدا میکنم، جاشون عوض میشه، دوباره ادامه میدم. اوکی، پس هر کی کوچیکتر بزرگتر سمت چپ هست، همه اونا رو انتقال میدم سمت راست و کوچیکترا رو میارم سمت چپ. این هم سودوکدش. فرض کنید اینجا 5، اینجا 1، اینجا 7، 3، 10. مثال کوچولو براتون بزنم، اسم اینو بذاریم x، یعنی همه قراره که با این 5 مقایسه بشن. یه پوینتر اینجا i، یه پوینتر اینجا j. i وظیفه‌اش اینه که حرکت کنه بیاد جلو، به محض اینکه به یه عنصر بزرگتر از x رسید وایس. خب یک از 5 کوچیکتر میاد جلو، 7 از 5 بزرگتر وایس. اون وایل اول داره این کار انجام میده تا وقتی که عناصر کوچکتر از ایکس تن رد شو، به معنی اینکه شرط برقرار نشد وایس. از این ور جی میخواد که یه عنصر کوچکتر از ایکس پیدا کنه. خب این که بزرگتر رد میشه، این بزرگتر رد میشه، اینجا وایس. خب چی داریم؟ یه عنصر بزرگتر داریم که اون ور باید بیاد این ور، یه عنصر کوچکتر داریم که این ور باید بره اون ور. جای این دو تا عوض میشه. پس این میشه 2، این میشه 7. این سوابی که اینجا هست. و بعد دوباره تا وقتی که اینا از هم عبور نکردن این کار انجام میشه و نهایتا عنصر اول هم با عنصر جیوم جا به جا میشه، چون جیومی کوچکتر رو پیدا کرده بوده. و دقیقا پوزیشن عنصر محور هم پیدا میشه. این کل کاریه که پارتیشن انجام میده. چقدر طول میکشه این اتفاق بیفته؟ چرا؟ من یه وایل اینجا دارم، دو تا وایل داخلش دارم. نمیبینیم دقیقا. تو نگاه کنین، این درسته من دو تا وایل داخلش دارم، ولی اینا وقتی حرکت میکنن دیگه اون وایل بیرونیه کم میشه دیگه تعدادش. به هر حال هر خونه یه بار بیشتر دیده نمیشه، پس کل پارتیشن او ان هست. خب واقعا هم ان تا مقایسه بیشتر انجام نمیشه، هر عنصری داره با عنصر پیوت مقایسه میشه، یا میره جلو یا اینکه وای میسته دوباره جابجا میشه، دوباره میره جلو. سوال تا اینجا واضحه همه چی؟ quick sort time complexity چقدره؟ از قبل میدونیم ولی چرا؟ چقدره time complexity quick sort؟ بهترین اون از کجا آوردی اون؟ مطمئنی؟ خب چیکارش کنم؟ خب بعد اون رابطه رو بنویسم دیگه، نگاه کنم الگوریتم برای اینکه تی ان رو به دست بیارم، من باید دو تا تی ان دوم حل بشه اونجا. حالا این نمیدونم بهترین حالتشو اگر بخوام بنویسم میشه دو تا تی ان دوم و علاوه او ام برای پارتیشن. این بهترین حالت. بهترین حالت چه اتفاق میفته؟ اگه اون عنصر پیوت که انتخاب کردم دقیقا بیاد آریه رو به دو قسمت مساوی تقسیم. خیلی کم پیش میاد. بدترین حالتش چیه؟ اون وقت کی این حالت پیش میاد؟
اگه آره هم سرد شده باشه، فرض کنید نزولی یا صعودی فرقی نمی‌کنه، عنصر اولی که برمی‌دارم به عنوان پیوت از جاش تکون نمی‌خوره. و من الان دو تا زیر مسئله به دست میارم که یکیش اصلا نیست، اندازش صفره، اون یکی NMN های یک. اگه بخوام رابطه شو بنویسم میشه تیه NMN های یک ON. یعنی یه دونه زیر مسئله اصلا تولید نمیشه که بخوام حلش کنم، اون یکی اندازش اینقدر، یه بار حلش میکنم و بعد اینو اگر حلش بکنیم این میشه N2، این یکی میشه N log N. درسته؟ حالا چیکار کنیم؟ بالاخره بردرمون چیه؟ N2 بگیریم؟ چون بیس کیسه، این ورس کیسه. من وقتی دارم حرف از او میزنم میخوام که تضمین داشته باشم که بیشتر از این نمیشه، پس مجبورم بگم او ان دوه، ولی این اصلا خوب نیست. چکار کنین؟ کار راحتی نیست، اون بستگی داره به اینکه آرایه ورودی چیه بیشتره. این هم یه پیشنهاد خوبه ولی مشکل حل نمیشه، چون رندوملی ممکنه که اون همونجا وایسته، اما اول دفعه بعدم رندوم احتمالش کمه، ولی به هر حال من اون تضمینه رو نمیتونم بدم که اگر رندوم بگیری میگن که به جای اینکه عنصر اول رو بردارم که وقتی سورس شده باشه مشکل سازه، یه عدد تصادفی اون وسط بردارم. آره مشکلش اینه که ممکنه باز همون بشه اولین عنصر، بالاخره با یه احتمال اولین عنصر داره انتخاب میشه، پس اون تضمینی که دنبالش هستم وجود نداره. راه راحت تری داریم حالا فعلا اوکی. بیست کیس هم شده این، ورست کیس هم شده این، خیلی با هم اختلاف دارم، ببینیم که حالت اوریجش چقدر. هرچند که اوریج باز اون تضمین رو نداره، ولی اوریجش هم ببینیم بعد. خب من میخوام ببینم که در حالت میانگین چقدر طول میکشه، یعنی بهترین حالت ها رو هم لحاظ کنم، بدترین حالت ها رو هم لحاظ کنم، در مجموع میانگین بگیرم ببینم که واقعا تی ان من چقدر. چجوری این کار رو بکنیم؟ همه حالت ها رو باید بنویسیم. قبول. همه حالت ها چی هست؟ مثلا یه حالت رو بگیم، مثلا تی یک و علاوه تی انمن های یک و علاوه او ام. این حالتیه که مثلا عنصر اول اومده همو اول، بعد این عنصر پیوت من ممکنه بشه دومین عنصر، البته این حالتیه که شده دومین عنصر، یه دونه هم صفرشو میتونم بنویسم، یا این که این بشه سومین عنصر، اون وقت من چی دارم؟ یه دو، یه انمن های دو. بشه چهارمین عنصر، دوباره یه تیه دیگه دارم. نوشتم اینجا. آره از صفر هم باید شروع کنم. مجموعشون هم باید بشه انمن های یک. آره صفر این تی انمن های یک، این یکی انمن های دو، این یکی انمن های سه.
خب همه حالت ها رو بنویسم، آخری میشه چی؟ برعکسش. این من های یک تی صفر و این جمع بزنم همه اینا رو، چند تا حالت دارم؟ از صفر تا این من های یک این تا این تا تی این میشه چی؟ سیگوه ای که اونجا هست آی از صفر من های یک تی آی دوباره یکی دیگه، چون این بر دقیقا برعکس اون بره، مجموعش فرق نمی کنه. پس اینو می نویسم دوتا این تا هم او این. حالا اینو باید حلش کنم. و طرف اینو به این هم تقسیم می کنم. چی همچین چیز. اگه اینو بتونم حلش کنم حالت اوریج اون تحلیلم داره به دست میاد. چجوری حلش کنیم؟ از هر روشی که میخواین میتونید حلش کنید اگه به جواب برسه، ولی وقتی یه ذره پیچیده باشه مثل این میشه یه حدسی زد، سعی کنید که مثلا اون حدس رو اثبات کنید، یعنی از اینداکشن استفاده کنید که یکی از اون روشایی بود که ما برای حل معادلات بازگشتی استفاده میکردیم. خب فرض کنیم که میخوایم، یعنی حدس ما این باشه که این نتیجهش باید بشه TN مساویه n log n. یه حدس ها ممکنه هر حدس دیگه بزنید، فقط باید بتونید ثابتش کنید. قطعا بزرگتر از این هرچی بزنید درست میشه، ولی کافیه یه ذره کوچکتر از این بزنید دیگه نمیشه. که حدس هم اینه، حالا میخوام ثابت کنم ببینم که واقعا حدس هم درست هست یا نه. حالت پایه‌مون وقتی n مساوی 1 که اصلا کاری انجام نمیشه، پس حداقل از 2 باید شروع کنم. برای حالت 2 دقیقا میذارم اینجا، فرمول ثابته. 2 رو اگه اینجا هم بذارم ثابته، پس اوی هم دیگه هست. پس حالت پایه‌مون حله. فرض کنیم که برای همه i های کوچیک‌تر از n رابطه برقراره، یعنی تی آی هست، او آی، لوگاریتم آی، که وقتی میخوام او رو حذف بکنم یه ضریب ثابتی اضافه میشه و کوچیکتر مساوی. مثلا فرضم اینه که فرض استخرام اینه که بذار هر آی کوچیکتر از این، این رابطه برقراره. کافیه ثابت کنم برای خود این هم این رابطه برقرار هست. خیلی می‌نویسم تی این هست دو روی این اون رابطه‌ای که اونجا داریم، منتها به جای اون تی آیه دارم از اون فرض استقرا استفاده می‌کنم، جاگزین کردم. حالا یه مدت ساده سازی داره، بذار اینا رو بنویسم. خب تی ان شد دو تا روی ان سیگمای کوچیک‌تر مساوی، البته سیپریم آی لوگ آی سف یک به علاوه سی این. چرا سی این نوشتم اینجا؟ بازم او این بود، اوش رو برداشتم تو محاسبه، کوچیک‌تر مساوی سی این هست. خب سیپریم که ثابته، اینو میارم بیرون، پس دو تا سیپریم روی n. حالا این سیگما رو میشکنم به دو تا، یعنی تا n دومش میرم، بعد از n دوم تا آخر به دو قسمت تقسیمش میکنم دیگه. اینا تکنیکایی که ما باید استفاده کنیم، صفر تا n دوم
هر چی داخلش بود به علاوه، حالا بعد جاگزینش میکنم، از n دوم به علاوه یک تا n منفی یک. لوگ i علاوه. خب این چه اوکیه دیگه؟ نه، یه سیگمایی داشتم از صفر تا n منهای یک دو قسمتش کردم، از صفر تا n دوم، از n دوم به علاوه یک تا n منهای یک. خب این کوچیکتر مساوی بوده، پس اگه من اینا رو یه ذره زیادش بکنم مشکلی پیش نمیاد. پس من اینجا آخرین مقداری که اینجا i میتونه بگیره اینجا میدم به لوگاریتم n دوم، اینجا هم همینطور، حالا یه ذره هم حتی بیشتر n، مشکلی پیش نیاد. اون رابطه کوچیک‌تر مساوی همچنان برقرار هست. چه؟ پس اینی که اونجا من نوشتم اون n دوم از کجا اومد همینه. چون رابطه کوچیک‌تر مساوی بوده من میتونم مقدار بزرگتری بذارم این بر بدون اینکه مشکلی پیش بیاد. فقط ببین حواسم باشه که مقدار بزرگتر رو کجا دارم میذارم، چون بعدا میخوام اینا رو ساده کنم. مثلا به جای i دیگه اگه میذاشتم n دوم خوب نبود. جواب نمی‌رسید. خب لوگاریتم n دوم رو چجوری میشه نوشت؟ نه؟ و این هم که یک تو مبنای دو، و حالا من دارم لوگاریتم n منهای یک، یه آی هم داره درش ضرب میشه، پس من این سیگما رو میتونم دوباره باز کنم، آی از صفر تا n دوم آی لوگاریتم n منهای سیگمای صفر تا n دوم یک، ببخشید آی، به علاوه هر چیزی که اینجا داشتم اوکی شد. پس من لوگاریتم n دوم رو باز کردم، شد این یه آی در این ضرب میشه سیگما اولم، یه آی دیگه در این یک ضرب میشه سیگما دوم، منها هم که از اینجا داره میاد. خب حالا این و این رو دوباره میریزم رو هم، لوگاریتم اینشون هم که ثابته، لوگاریتم n سیگما آی از صفر تا n منهای یک آی منهای سیگما که اینجا دارم. اوکی پس این دوتا، این یکی چون داخل سیگما که یکسان هست، این از صرف میره تا این دوم، یکی از این دوم به علاوه یک تا این منهای یک، دوتا رو میتونم در با هم در نظر بگیرم میشه این، یکی هم که خودش. خب بنویسم کوچیک‌تر مساویه دو سیپریم این لوگاریتم n. خب این سیگما مقدارش چقدره؟ یه دونه بنویسم سیگما i، مثلا i از یک تا n میشه چقدر؟ درسته. حالا همین رو داشته باشین اینجا جایگزار کنیم، حتی اگر اشتباه نکنم اینو درست نوشتم، آره اینجا میشه n در n به علاوه، که اینجا وقتی جاگذاری میکنم دقیقا میشه n در n منهای یک دوم، اون ترم اولی که اونجا هست منهای، حالا این یکی چقدر میشه؟ n دوم در n دومه منهای یک دوم به علاوه سی ان.
خب حالا ضرب کنن، اینو در این ضرب کنن، دو با دو میره، n با n میره، چیزی که این ور میمونه هست سی پریم لوگاریتم n در n منهای 1 سی پریم n منهای 1 لوگاریتم n منهای این ور هم چی داریم؟ دوباره دو با دو میره، این n دومه هم اون nش با اون n میره، یه دو هم بیاد حالا خیلی مهم نیست، دوباره یه سی پریمی در n دوم منهای 1 به علاوه یه سی این هم اینجا دارم. خب من اینجا این لوگاریتم این دارم، بقیه همه این هم. پس بقیه خیلی تأثیر ندارم، پس این برابر هست با اوی این لوگ این. کجا؟ حالا اگه یه روش دیگه شما رو به جواب رسوند اوکیه، اوکی؟ ولی این چیزی که من نوشتم. خب در حالت اوریج پس این لوگاریتم اینه، بهترین حالتمون این لوگاریتم اینه، بدترین حالتمون این دوه. اوریج نمیگه که دیگه اوکیه ها، ببین اوریج داره میگه که خیلی از مواقع این لوگاریتم اینه، مواردی هم هست که این دو بوده ولی خیلی از موارد اینجوری نبوده، در حالت اوریج شده اینقدر. خوبه، اما اون تضمینه هنوز توش نیست. و جالبه دیگه، شما بهتر همه میدونیم بهترین الگوریتم مرتب سازی کویک سورت، بهترین حالت برای مسئله مرتب سازی اینه که آرایی که داریم میدیم مرتب شده باشه. حالا بهترین الگوریتم مرتب سازی، بهترین حالت ورودی، بدترین جواب ممکن رو داره میده. اگه سورت شده بدم به کویک سورت همیشه بدترین بیشترین کار رو انجام میده تا اینکه مرتبش کنه. خب کسی ایده ای داره که چجوری میتونیم همیشه توی بهترین حالت کویک سورت باشیم؟ یعنی هیچ وقت پیش نیاد که اصلا بیشتر از این لوگاریتم این کار بخواد دیگه؟ چی بذاری؟ که سورت شده هست یا نه؟ من کافیه که دو تا عنصرش رو جابجا کنم و ایفت فیل میشه، مجبوری دوباره به هیچ جایی نمیرسیم. فقط اسم ببر اگر میدونی. کاسلی. تو چی میگی؟ میانه رو بزن. آره اگه من به یه طریقی بتونم مثلا عنصر میانه رو پیدا کنم و اونو به عنوان محور بگیرم تو هر مرحله، اون وقت همیشه آرایم به دو قسمت مساوی تقسیم میشه، همیشه توی بهترین حالت. به شرط این که پیدا کردن عنصر میانه بیشتر از پارتیشن طول نکشه، حتی اکثر او این اگه بتونیم این کار رو بکنیم خیلی خوب. میانه رو او یک چجوری؟ مثلا یه تعداد از ثابتی ازش رو بگیریم سورت کنیم وسطش رو خیلی، حالا احتمالی بخوای چیز کنی باز اون تضمینه وجود نداره توش، چون ممکنه من 10 تا عنصر داشته باشم از 1 تا 9 آخری 100 میلیون. نه؟ یه ذره به هم میرسه همه چی. خب حالا بریم جلو میبینیم اون رو با هم. یه سوال دیگه هم داریم، اینکه واقعا جدا از اینکه من چقدر توانایی طراحی الگوریتم دارم، اگه یه آرایه به من بدن حداقل کاری که باید انجام بدم برای مرتب سازی چقدر؟ آیا مثلا الگوریتمی وجود داره که ON طول بکشه برای مرتب سازی؟ میخوام من مقایسه انجام بدم، حالت خاص نیست. نه اگه سورت نباشه چی؟
آیا با او ان میتونم سورتش کنم؟ یعنی اندو میتونم چون الگوریتمشو دارم. اینزرشن سورت اندو. ان لگاریتم ان میتونم چون مرج سورت دارم. کویک سورت هم داریم دیگه، بهترین حالت من ان لگاریتم ان. آیا باز بهتر از این ممکنه وجود داشته باشه یا نه؟ سوال راحتی نیست. تو اگه بگین آره، اون وقت الگوریتمش رو بدین. اگه بگین نه، باید ثابت کنین که نمیشه. حالا کدومین؟ کدوم طرفین؟ بهترین حالت رو نمیخوام. بدترین حالت رو میخوام، یعنی هر جور من دلم خواست بهتون بدم، شما او این آیا میتونید مرتب کنین یا نه؟ شما میدین نه، باید ثابتش کنین. خب بعد از کجا استدلال میکنی؟ انتا مقایسه مگه نداره؟ من ممکنه دو به توان انتا رو مثلا با یه درختی بسازم که ارتفاعش هم اینه. خب اوکی دیگه؟ حالا کیا میگن که میشه، کیا میگن نمیشه؟ اونایی که میگن میشه دست بلند کنن. میشه با کمتر از n لگاریتم n کانتینگ سورت که تو ذهنت نیست؟ نه، اون که اون خیلی محدودیت ها داره، اون اصلا چیز نیست. من میخوام با مقایسه این کار بکنم. بازم به جواب نمیرسه. خب بریم جلو. پس من میخوام بگم که یه حد پایینی بدم برای حل مسئله مرتب سازی، بگم از این کمتر دیگه نمیشه. وقت خودتون رو هدر ندین برای اینکه کمترش بکنید. اون حد پایینمون هم دقیقا همینه، یعنی من میخوام بگم که سورت هست امگای ان لوگه، یعنی حد پایینش واقعا لگاریتم n، کمتر از اون نمیشه اگر قرار باشه که با مقایسه من سورتش کنم. خب حالا من اینو بردارم. اگه سه تا عنصر رو شما بخواید مقایسه چیز کنین، سورت کنین، چند تا مقایسه میخواید؟ سه تا؟ مطمئن؟ حداقل چند تا مقایسه میخواین تا سه تا عنصر رو مرتب کنیم؟ سه تا؟ با دو تا میتونی؟ هر سه تا عنصری رو سه تا. تعداد جایگشت‌ها چقدر؟ 6 تا. من شکلش هم بیارم براتون. ببینید هر جور شما عددا رو بدین، من بر اساس این مقایسه ها میتونم بگم که ترتیبشون چیه. حتی اکثر تعداد مقایسات هم هست 3، و حتی اقلش هم اینجا هست، چون کمتر از این نمیشه. اگه بگم 2، اون وقت این حالت ها رو نمیتونید تشخیص بدین. پس من حتی اقل 3 تا مقایسه میخوام، 1، 2، 3، تا بتونم برای 3 تا عنصر بگم که ترتیبشون چیه. حالا این 3 تا عنصر چند حالت
ترتیب دارن، مثلا چیدمان دارن، سه فاکتوریال، شش حالت. سوال بعدی اینه که آیا میشه یه درخت دودویی ساخت، چون اینم درخت، که 6 تا برگ داشته باشه، 6 هم دقیقاً سه فاکتوریال. اینجوری بگم، اگه یه درخت دودویی بسازم با 6 تا برگ، حداقل ارتفاع درخت چقدر باید باشه؟ ریشه هم بگیرین 1. لوگاریتم شرایط ببینید، بگیریم دقیقا حد بالاش. خب این یه مثال خیلی کوچیکه. حالا بیام سراغ حالت بزرگتر. اگر من n تا عدد داشته باشم چی؟ n فاکتوریل حالت وجود داره که من میتونم اینا رو بچینم. حالا سوالم اینه که اگه یه درختی بخوام بسازم که تعداد برگاش بشه n فاکتوریل تا، ارتفاع چقدر؟ حداقل ارتفاع چقدر؟ یعنی تا جایی که ممکن بوده من درخت رو پرش کردم، یه وری نیست. حالا میخوام اینجا حداقل چقدره؟ اگه این n بود اینجا چقدر بود حداقل؟ چقدر؟ چقدر؟ لوگاریتم. خب حالا که n فاکتوریله میشه چقدر؟ این حداقل کاریه که، چون اگه میگم حداقل یعنی اینکه من یه بهترین چیدمان ممکنه اینجا توی این درخته دارم، ارتفاعش از همه کمتره. اگه بخوام یه ذره بد بچینم مثلا یه وری میشه، یه دفعه خیلی زیاد میشه ارتفاعش. خب این حداقل کاریه که من باید انجام بدم برای اینکه از این ریشه با مقایسه برسم به یکی از این حالتهایی که مرتب شده است. تو این مثال هم داریم میبینیم، مثلا اگه اولی از دومی کوچیک‌تر باشه میرم اونور، حالا حالتهای مرتب شدم یکی از این ستا میشه، با هر مقایسه من نصف حالتها رو دارم میریزم دور. دوباره مثلا دومی از سومی کوچیک‌تره، جواب پیدا کردم، اگه نباشه حالا اولی سومی مهم من که ترتیبشون چی بوده. خب پس من هر بار که از یه نود دارم به یه نود دیگه میرم یه مقایسه انجام دادم و بر اساس نتیجه اون مقایسه دارم تصمیم میگیرم سمت چپ برم یا سمت راست برم. این دقیقا برای انتانسور هم درسته. و من یه مقایسه بین دو تا از این عناصر انجام میدم، اگه کوچیک‌تر باشه مثلا اولی از دومی و همه پرموتیشن هایی که اولی از دومی بعدش بوده همه میریزم دور، نصفش باقی میمونه، نصف همه پرموتیشن هایی هستی اولی از دومی کوچیک‌تر بود. خب حالا دنبال اینا این چقدره؟ آره حالا دیگه خیلی داری ساده برخورد میکنی. n فاکتوریال رو بگیریم، n به کوچیک‌تر مساوی 100% از n به توان n کوچیک‌تر مساوی هست، لوگاریتم بگیریم n لوگ n. اما این خوب نیست دیگه، چرا؟ من حد بالا نمیخوام، من حد پایین میخوام. خب از اینقدر ساده باش برخورد نکن. خب چجوری حد پایین به دست بیارم؟ بگم از این کمتر نمیشه، بالاش که حالا هرچی میتونم بخوام میتونم بنویسم. یه ذره فقط محاسبات بیشتری میخواد، ولی خیلی چیز عجیب غریبی نیست. میشه n ضرب در n منهای 1
اینو از ان دوم قطعش کنم، بقیه رو حذف کنم. چیزی که به دست میارم کوچیک‌تره دیگه. نه؟ حالا به جای همه اینا اون مقدار کوچولو رو بذارم. ان دوم به توان ان دوم. هست دیگه. حالا لوگاریتم بگیرم ازش. میشه لوگاریتم این. میشه چقدر؟ ان دوم لوگاریتم ان دوم. این دو اینا همش ساده است. این پس میشه نتیجهش اینه که لوگاریتم ان فاکتوریال هست امگای نه؟ چون دنبال حد پایینش بودم دیگه به دست آوردم. حالا یه روش خیلی ساده است. روش بعدیمون هم استفاده از فرمول استرلینگه که داریم میبینیم. یه تقریب خیلی خوبی هست برای ان فاکتوریال. خطاش هم خیلی کمه. اوکی؟ و من حالا یه لوگاریتم از این فرمول میگیرم و یه چیزایی اینجا به دست میاد به علاوه یه همچین چیزی که این تعیین کننده است. اینا در مقابل این هیچ هم. پس این n لوگاریتم n از اینجا به دست میاد. یا اینکه اون روش خیلی فرق نمیکنه. چون اوردر داریم بحث میکنیم دیگه، خیلی نمیخوایم دقیق باشیم. این هم خوبه، این هم خوبه. اوکی، پس این داره میگه که من دیگه کمتر از n لوگاریتم n اصلا امکان نداره که بتونم مرتب سازی رو انجام بدم. واقعا ممکن نیست. پس دیگه اون میگم وقت نذاریم برای اینکه فکر کنیم یه الگوریتم مرتب سازی بهتری ارائه بدیم که کمتر از n لوگاریتم. حالا اگر شما رو دیتا ها مثلا محدودیت هایی بذاریم ممکنه از این یه ذره کمتر بشه. مثلا بگیم که همه دیتا ها بین 0 تا 20 همه اعداد مثلا نمره ها 0 تا 20 خیلی محدودیه کوچیکیه. میتونم اونجا مثلا روش های دیگر استفاده کنم، من جمله counting sort مرتب سازی شمارشی که خیلی سریعتر ممکنه منو به جواب برسونه. ولی در حالت کلی بدون هیچ محدودیتی روی داده ها و اینا کمتر از n لوگاریتم n امکان پذیر نیست. خب دو تا تمرین اینجا داریم، ببینم دیگه چیزی نداریم. یکیش برمیگرده به اون ضرب ماتریس ها که جلسه پیش براتون گفتم که اونجا ما اومدیم ماتریس هامون رو به 4 قسمت تقسیم کردیم، اوضاع یه ذره بهتر شد. حالا سوالش اینه که اگه به 9 قسمت تقسیم کنیم چجوری میشه؟ بعد ضرب و تقسیم ها رو باید بنویسیم ببینیم که آیا بهتر از اون 4 تایی میشه یا نه. سوال دومم اینه که اگه من این درخته رو بیارم، این برای 3 تا عنصر بود، حالا داریم میگه که برای 5 تا عنصر برای اینکه میانش رو پیدا کنیم چند تا مقایسه میخوایم؟ حتی اول میانم یعنی این که بگم سومین عنصر از لحاظ ترتیب کدومه. دوتای اول ترتیبشون مهم نیست، دوتای آخر هم ترتیبشون مهم نیست. احتمالا یه درختی باید بکشین که ارتفاعش حتی اکثر 6 و بر اساس 6 تا مقایسه شما بگین که عنصر میانه الان کدومه. اینو حتما 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 برای جلسه بعد انجام بدین دومیه رو، چون اینو لازم داریم اونجا. سوالی چیزی؟ بزنین سه شنبه میگم بیان خودشون مشخص کنن. Gracias.
ادعا میشه که دکمیلاتشون خواه اینه اولیشون خواه اینه بلتمیلاتشون داده های عددی منظور چیه؟ یعنی این فقط عدد اگه باشه دادمون با هر رنجی، هر رنجی از اعداد یه ذره با دقت بیشتر بهش نگاه کن. میگه تنها شرطی که میذاره میگه آقا بزرگترین عددش رو معین کن که من بدونم تعداد میتاش چنده. به هر حال شرط داره دیگه. نه؟ یه باشه بلدی با یه حرکت معین کن. آره ولی اون حتما تأثیر میذاره توی الگوریتم. تعداد بیت های اون تأثیر میذاره. بر اساس اون باید یه کارهای انجام بده. کانتینیوم سورت هم همینجوریه دیگه. حالا کاری ندارم. به هر حال اون هم همینجوریه. بدون هیچ محدودیتی ما اینجا مد نظرمون هست. خب. بس. چون اینو باید حل کنین تا من وارد بحث جلسه بعد بشم. اوکی سوالی اگه ندارین من مانه تاریم فکر کنم نداره